یه معما دارم برات میخوام یه نفر رو توصیف کنم و میخوام برام حدس بزنی که اون کیه مهم نیست حرفی که میزنی چیه مهم نیست موزیکی که درست میکنی چه صدای میده مهم نیست فیلمی که ساختی چه نوع فیلمیه من در هر صورت با تو مخالفم و تا وقتی که بدنم جون داره که اکسیژن رو بگیره و قند و باش بشکنه و انرژی تولید کنه باهات مخالفت میکنم اگه گفتی من کیم دقیقا من یه ای ایرانی هم که عاشق مسعود فراستی هم سلام بچه ها. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از رضا. تو این ویدیو یه اتفاق خیلی جالب برای فراستی افتاده پس حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید و اینکه یه حالت قوره گذاشتم که بین خودمونه بین بچه های یوتوبه. کسی دیگه نمیدونه Берит, вау. اینستاگرام منو فالو کنید و زیر پست آخرم یه کامنت بذارید اصلا مهم نیست چه کامنتی میزه یه کامنت بذارید و حتما فالو کنید و حالا یه قره کشی میکنیم و به یک نفر یک میلیون میدیم بین خودمونم هست من تو اینستاگرامم اعلام نکردم از روزی که من یادم میاد که تازه یاد گرفته بودم بگم بابا و مامان یه نفر با شلنگ توی تلویزیون داشت بقیه رو میشست میذاش کنار حتی روزی که توی جشن جوانه ها گل گرفته بودم دستم و داشتم برای دوربین زبون درازی میکردم مسعود پر قدرت داشت با تمام فیلم های ساخته شده مخالفت میکرد روزی که اولین بار فهمیدم بچه ها رو لک لکانه میارم استاد فراستی داشت جنگ و جدال میکرد با هر کی که میگفت جدای نادر از سیمین خوبه و تا همین الانی که دارم از دانشگاه فارغ و تحصیل میشم پر قدرت این راه خودش رو ادامه داده بروسلی میگه که به جای اینکه هزار تا کار رو یک بار انجام بدید یک کار رو هزار بار انجام بدید و مسعود فراستی داره 24 سال این کار رو انجام میده حتی کازم قلمچی هم یه جمله خیلی معروف داره که به جای اینکه 100 درصد کتاب رو 80 درصد بخونی 80 درصد کتاب رو 100 درصد بخون احتمال اینکه تمام باسای الدن رینگ برای بار اول با چشای بسته بدون هیچ دستی شکست بدید از اینکه مسعود فراستی با شما توافق نظر کنه بیشتره احتمال اینکه کراشت به پیام بده که من عاشقتم بیشتر از اینکه مسعود فراستی بگه که حرف درسته تنها موقعی میتونی تو درست میگی و از دهن مسعود فراستی بشنوی که پنجره رو وقتی باز کردی همچین صحنه ای رو ببینی مسعود فراستی اصاره ای از تمام ایرانیایی که تنها چیز مهم توی شخصیتشون اینه که از چیزی که بقیه دوست دارن خوششون نمیاد ندادش پیتزا دیگه چیه من خست شده همه میخورم گیم آف ترونز اسمشو جلوی من نیار امینم داری با هم شوخی میکنی؟ میدونی که خیلی overrated من فقط امجا کلی گوش میدم تازه ترین دستگلی که آی فراستی به آب داده اینه که وقتی داشت راجبه فیلم جنگ جهانی سوم صحبت میکرد و طبق معمول داشت نقد میکرد مخالفت میکرد با این فیلم اینو میگه بدونی که شعورش داشته باشه فیلم من نه این از تفکر سیاسی و خیلی 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 زور داره که زیر تمام پلان های فیلم نوشته میشه به نام ایران نه ایران میفهمه برای جشواره های دربوداغون اونوری ساخته شده اولین بار هم اونجا نمایش داده چیزی که معلومه سایتی که آقای فراست این فیلم ازش دانلود کرده یه واترمارک داشته به اسم به نام ایران و فکر کرده ایشون که این توی فیلم هست خیلی عجیبه حالا اینکه این منتقد مشهور سینمایی ایران به جای اینکه بره سینمای فیلم رو ببینه نشسته توی خونش از 100 تا سایت گشته یه دونه رو پیدا کرده تونسته فیلم رو با کیفیت پرده دانلود کنه و بشینه ببینه جدا من وقتی اینو دیدم مدگل درونم شروع به قلیان کرد و این این تئوری رو توی ذهنم کاش که هر بچه یک ساله ای که پنج تا فیلم توی زندگیش دیده باشه میدونه که هیچ فیلمی توی دنیا وجود نداره که بزرگ اون پایین بنویسم به نام ایران مگه اینکه اون فیلم رو از سایت های ژاپنی دانلود کنی همه جا چیزای ژاپنی نوشته باشه و در واقع ما اینجا اسیر ترفند ای تبلیغاتی این سایت شدیم اگر نه آدمی که این همه تجربه داره در نقد فیلم چرا باید این اشتباه رو بکنه و کم کم داشتم متقاعد می شدم که تمام این یه شوخی بوده و پنج روز دیگه یه ویدیو یوتیوب میذاره مسعود فراستی که آره کل ایران رو مسخره کردم و ما در واقع کساییم که سهلنگار بودیم اینجا تا وقتی یاد این افتادم که آقای فراستی مشهوره به این که بدون اینکه یه فیلم رو ببینه نقدش میکنه پس منطقی میتونه باشه که چون استاد تا حالا توی زندگیش فیلمی ندیده اگه این سایت به جایی که به نام ایرانو بزنی آفتاب اونجا احتمالاً استاد بازم فکر میکرد جزی از فیلمه و الان داشت میگفت که آره این آفتاب قرمز نمادی از اینه که هومن سیدی استقلالیه و میخواد اسکار ببره من خودم هنوز فیلم جنگ جوانی سوم ندیدم ولی خیلی دوست دارم برم ببینمش چون کلا از کارهای هومن سیدی خوشم میاد واقعا خلاقه کلا با دیدگاه سینمایش خیلی حال میکنم اما جدا از اینکه های فراستی همچین سوتی داده همچین گافی داده جدای از اینکه فیلم رو دانلود کرده جدای از اینکه اون هول بوده که بیاد ویدیو بگیره و همچین حرفهایی بزنه آیا هومن سیدی تو فقط دنبال جایزه این حرفا من دلم سوخت یکم براش که همچین اشتباهی کرده خوشحال نشدم میدونی نرفتم بنر چاپ کنم که وای ببینید فراستی همچین کاری کرده یو من خودم هیچ وقت شخصا با حرفاش حال نمی کردم با شخصیتش زیاد حال نمی کنم و هیچ وقتم دنبال نکردم حرفاشو که الان بخوام از اشتباه که کرده خوشحال باشم اما یه سری ها تو توییتر جوری از این اشتباه خوشحال بودن که انگار مورگان فریمن 3000 کیلومتر رانندگی کرده که شخصا جام چمپیونشیپ ان رو تقدیمشون کنه واقعا اونقدر دیگه مثلا خوشحالی نداشت یه سری یه استوریایی گذاشته بودن که با میکروسکوپ میتونستی تعداد کلمه استوریو بخونی حالا بنده خدا یه اشتباهی کرده و اشتباهش هم واقعا خنده داره و میتونم سالها بهش بخندم ولی دیگه خوشحالی نداره که راجب نقدای سینمایی من خودم خیلی زیاد فیلم میبینم تو چیز ای منو بشناسید میدونید اینا و 5 سال پیش نقد زیاد میخوندم راجب فیلم ها اما از یه جایی به بعد دیدم ذهنم داره جوری برنامه ریزی میشه که فیلم جدید که میبینم دنبال اون نقاطی هم که نقاد قبلی بهش اشاره کرده بود هی داشتم با چشم یه منتقد فیلم جدید رو میدیدم بعد فهمیدم که داره لذت منو از اون فیلم کم میکنه پس دیگه نقد سینمایی نخوندم و تا همین امروزش وقتی نفهمم که یه نقد کاملا مثبت یا در ستایش یه فیلمی که من دوستش دارم نوشته شده واقعا نه میخونم نه نگاه میکنم بیشتر ویدیوهایی که راجع به فیلم ها میبینم اینه که مثلا یه تئوری راجع به این فیلم یه توضیح راجع به این که مثلا اینجا چی شده اک، یه اکسپلین ها رو میبینم من دوست داشتم که تمام نقطه نظراتش راجع به فیلم از کامنت که راجع اون فیلم بود گرفته میشد مثلا اگه راجع به فیلم کریستوفر تو کامنت اول سایت دانلود ایرانی این بود که حاجی پشمام عجب فیلمیه این رفیقم میومد میگفت این یکی بهزن فیلم یکی که من دیدم ولی اگه از اون صد تا 20 بود که حاجی این دیگه چیه و آبا نولان چیه اصلا نگاه نکنید این فردا توی مدرسه داداش من مخالف فیلمای های نولانم خودم توی زندگی اینجوری هم که با همه چی حال میکنم از همه چیز لذت میبرم و به شما هم توصیه میکنم که همین شکلی باشید همه نوع موزیکی گوش بدید همه نوع فیلمی ببینید چون اگه سلیقه‌تون رو محدود کنید ذهنتون رو محدود میشه مرسی که این ویدیو رو دیدید امیدوارم خوشتون اومده باشه نظراتتون رو بنویسید و اینکه مرسی که بین این همه تامنیل روی عکس رضا کلیک کردیم